دوستان خوش آمدید. بعد از مدت ها که به خاطر برنامه کرونا نتونستیم در کتابخونه برنامه داشته باشیم، این دومین برنامه مونه در کتابخونه. از خانم ژاله طاهری دعوت کردیم که در رابطه با کتاب سقراط که ترجمه کردن برای ما اینجا توضیح بدن. من در رابطه با زندگی ایشون یه چند خطی نوشتم برای شما میگم. خانم ژاله طاهری فارغ تحصیل رشته مترجمی از مدرسه عالی ترجمه، شاغل در شرکت توانیر وابسته به وزارت نیرو بوده است. ژاله چند سالی به عنوان مترجم در نیروگاه برق کار میکرده و کتابهای فنی را از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه میکرده است. او در سال 1986 با خانوادهش به آلمان آمده و در اینجا حدود 2 سال در دانشگاه هیلدسهایم در رشته مترجمی تحصیل کرده. سپس او با ایجاد یک شرکت تاکسیرانی امور زندگی خود را گذران. در کنار آن به ترجمه کتابهایی ادامه داد. کتابهایی که امروز ایشون در رابطه صحبت میکنه به نام سقراط که زندگی نامه ای از سقراط است و پیش از این کتاب سرطان هرگز را که به زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده ترجمه کردن. این کتاب در کتابخونه دو بار ایشون اومدن در رابطه با این کتاب صحبت کردن، برنامه داشتن در کتابخونه. او کتابی به نام ژاله در سرزمین عجایب که به صورت خاطره سفر به ایران هست به رشته تحریر در آوردن. بعد ما در جلساتی که در گروه تشکل زنان داشتیم این کتاب ژاله در سرزمین عجایب اونجا صحبت کردن در رابطه با کتاب. بعد یک جلسات فرهنگی هست در آوو که مسئولیت این آوو رو خانم زهرا به عهده داره. کتاب سقراط رو در چند جلسه خانم ژاله اونجا توضیح دادن. به هر حال ما خیلی ممنونیم که دعوت ما رو قبول کردیم و ادامه بدین شما. با درود به شما و تشکر از برگزار کنندگان این برنامه که همانا کارکنان کتابخانه فارسی زبان شهر هانوفر هست. من از اینجا شروع میکنم که مبدأ فلسفه سقراط اعتراف به جهل است که میگوید من تنها یک چیز میدانم و آن اینکه هیچ چیز نمیدانم. من در راستای این صحبت سقراط 2 شعر دارم، یکی از حکیم عمر خیام هست، 2 بیتی که در همین رابطه است و یکی هم از ابن سینا. اون که از حکیم عمر خیام هست به این صورته: هرگز دل من ز علم محروم نشد، کم مان ز اسرار که معلوم نشد. 72 سال فکر کردم شب و روز، معلومم شد که هیچ معلوم نشد. ابن سینا هم در این رابطه باز یک بیتی داره به نام یه بیتی داره به نام تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همین که نادانم. حال من قبل از این که به این کتاب بپردازم یک پیشگفتاری داره. من بخشی از این پیشگفتار رو براتون میگم که شما متوجه بشین که اصلا موضوع کتاب چی هست. اساساً موضوع این کتاب محکومیت سقراط و نحوه به اجرا در آمدن حکم قانون علیه وی است و اینکه چگونه و با چه دقتی شهروندان آتنی حدود 2500 پیش به قانون احترام می‌گذاشتند و با شراکت تمامی مردم این شهر آن را دنبال کرده و به اجرا در می آوردن. سقراط خود مظهر احترام به قانون است. او با اینکه می داند این رأی صادر شده علیه او
در برگیرنده حقیقت نیست، ولی چون به سرزمینش عشق می‌ورزد و به قانون حاکم در آن احترام می‌گذارد، آن را با روی گشاده می‌پذیرد تا شاید برای آیندگان درسی آموزنده باشد. این کتاب را که لیندبرگ از زبان ایتالیایی ترجمه کرده است، لوچیانو دو کرشنزو بسیار خالصانه و در کمال بی‌طرفی و بدون هر گونه گرایش یا تعصبی و مانند خود فیلسوف با کمی شوخ طبعی به رشته تحریر درآورده است. وی تمام تلاش خود را بر آن داشته است که سقراط را همان گونه که بوده است به دیگران بشناساند و او را نه به صورت یک بت، بلکه در شمایل یک انسان بسیار عادی به نمایش بگذارد. در واقع متن این کتاب فصلی است از دومین جلد کتابی به نام سرگذشت فلسفه یونانی از سقراط تا پلوتین که در سال 1988 برای اولین بار توسط نشر دیوگنس در ایتالیا به چاپ رسید. حالا می‌پردازیم به خود کتاب. چون سقراط هرگز چیزی ننوشته است، از این رو او تبدیل به معمایی در تاریخ فلسفه شده. او واقعاً کیست؟ و چه ایده‌ای داشته است؟ تنها منابعی که در اختیار ما قرار دارند به گزارشات و شواهد گزنفون یا زنفون و افلاطون و نیز تعدادی از تفسیرهای ارسطو محدود می‌شود. آنچه که گزنفون ارائه می‌دهد کاملاً متفاوت است از آنچه که افلاطون و ارسطو برای ما تصویر می‌کنند. اگر هم تشابهی در این تصاویر یافت شود، نتیجه رونویسی یکی از دیگری است. سقراط از نظر ظاهر مرد زشت و کریه منظر، قدی بسیار کوتاه و صورتی با ریش انبوه، بینی فرو رفته با سوراخ‌های پهن، سری کچل مملو از گره‌های برجسته، گردن و شانه‌های پرمو و پاهای لاغر و کج و موج داشت. از نظر اخلاقی مردی خوش‌قلب، باهوش، اهل طنز و کنایه، پیگیر و سمج، صبور و در این حال انعطاف ناپذیر بود. زندگی مدرن و هر گونه راحتیان برای این مرد به طور قطع کاملا عاری از اهمیت بود. لباسی که وی بر تن داشت، چه در سرما و چه در گرما، همیشه نوعی تونیک بود به نام شیتون، یا در بهترین حالتش چیزی به نام تریبون برتن میکرد که پارچه یک سره بود که آن را بر روی شانه راستش به شکل دراپه میانداخت و در زیر آن هم معمولاً پوششی نداشت. از کفش صندل و یا پیراهن پشمی هم هیچ خبری نبود. نه کالاهای لوکس داشت و نه به آنها هیچ علاقه. او در سال 469 قبل از میلاد در دموس آلوپیک متولد شد. این محله خارج از آتن در دامنه کوه لیکابتوس به فاصله نیم ساعت پیاده قرار داشت. برای دلخوشی دوستداران اخترشناسی باید بگویم او در اولین روزهای ژانویه به دنیا آمده است. خانواده‌اش به طبقه متوسط جامعه زکیتای تعلق داشت. جامعه به نام زکیتای تعلق داشت که این طبقه سومین و پایین‌ترین طبقه نسبتاً معتبر آتن در آن زمان بوده است. پدرش سوفرونیسکوس مجسمه‌ساز بود و شاید هم فقط سنگ‌تراشی از حومه شهر، و مادرش فاینرت هم ماما. درباره کودکی وی عملاً چیزی نمی‌دانیم.
و به راستی این که سقراط را به عنوان کودک تصور کنیم بسیار سخت و دشوار است. از آنجا که او از خانواده این نسبتاً مرفه می آید، می توانیم تصور کنیم که او هم مانند تمامی جوانان آتنی از تحصیلی معمولی برخوردار بود. سپس در 18 سالگی خدمت سربازی انجام داده و در سن 20 سالگیش پس از تهیه تجهیزات مربوطه به سمت رزمنده رسمی یونان دست یافت. او در سن حدود 50 سالگی با زانتیب یا گزانتیب ازدواج کرد. علت ازدواجش شاید بیشتر به خاطر داشتن فرزندی بود تا اینکه بخواهد زنی داشته باشد. تا آن زمان از زندگی زناشویی پرهیز میکرد و چنانچه کسی در مورد ازدواج از وی راهنمایی میخواست معمولا میگفت هر چه دوست داری بکن، چون چه این و چه آن در هر دو حالت پشیمان خواهی شد. رابطه ما بین سقراط و زانتیب را همیشه تا حدی جلا دادند. به احتمال زیاد زندگی زناشویی آنها بسیار عادی تر از آن بوده است که در تصور بگنجد. زانتیب زن خانداری شبیه همه زنهای خاندار بود، زحمتکش و دست به گریبان مشکلات روزمره. ارسطو هم گزارش می‌دهد که سقراط زن دومی به نام میرتو داشته که دختر آریستیدس دادگر بوده است. او هم برایش دو پسر می‌آورد به نام‌های سوفرونیسکوس و منکسنوس و با این دو به وارثین سقراط می‌افزاید که خود از زانتیب هم پسری به نام لامپروکلس داشته است که در جمع سه پسر می‌شود. چندان جای تعجب هم نیست، زیرا که حکومت آتن ملت خود را تشویق میکرد با زنان مختلف فرزندان بیشتری تولید کند تا بر تعداد آتنی های اصیل افزوده گردد. سقراط در جنگ‌های بسیاری شرکت کرده و در این جنگ‌ها مهارت‌های زیادی از خودش نشون داده، شجاعت‌های زیادی و خیلی هم چندین بار تونسته جوایزی در این زمینه بگیره، مدال‌هایی بگیره. ولی چون فرصت کوتاه است من اینو حذف کردم، فقط اینجا به این می‌پردازم که شگفت در این است که این مرد که تمام خصوصیات آدم عاری از خشونت را در بر داشت و به گاندی قرن پنجم قبل از میلاد میماند، چگونه در زمین کارزار تبدیل به یک رزمنده می شود؟ حقیقت این است که سقراط با وجود اینکه طرز فکری انقلابی داشت، ولی در رابطه با آنچه که به سرزمین پدری و قدرت حکومتی مربوط می شد همیشه تابع قوانین بود و چندین بار هم به عنوان قاضی انتخاب شد و خیلی خوب تونست از عهده این کار بر بیاد و بسیار منصفانه تونست قضاوت کنه. ولی متاسفانه داورها در مورد خود سقراط هنگامی که خودش میباید در جایگاه محاکمه قرار گیرد، چنین قابلیت قضاوت عالی را از خود نشان ندادند. از طرف ملتوس جوان به خدا نشناسی متهم می شود و از طرف همشریانش محکوم به نوشیدن جام زر. چنین چیزی در رابطه با خدا نشناسی واقعا داستان عجیب و غریب است. با وجود اینکه اهالی آتن در زندگی روزمرهشان نسبت به مسائل مذهبی بسیار شکیبا هستند، ولی کافی است که فردی در موردی کوچکترین تردیدی نسبت به وجود خدایان بیان کند، آن وقت است که این فرد به طور جدی دچار مشکل خواهد شد. واقعیت این که در شهر آتن
هیچ کس به مذهب دیگری کاری نداشت، اما می توانست بهانه‌ای برای از میان برداشتن یک مخالف سیاسی یا مردی مثل سقراط باشد. کسی که با دیالکتیک و گفتگوهای پایان ناپذیرش خشونت و خشم موجود در جامعه را هر روزه از نو زیر سوال می برد و به آن می پرداخت. من مراسم آیین دادرسیشو میگذارم برای آخر. اینجا میخوام از سه موضوعی که مورد علاقه سقراط بوده صحبت کنم که یه مقدار با عقاید اون آشنا بشید قبل از اینکه به مراسم دادرسی برسیم. به منظور یک جنبندی کوتاه و مختصر از اندیشه و طرز تفکر سقراط، به معرفی هر سه موضوع مورد علاقه او میپردازیم. میوتیک یا مامایی، عمومیت داشتن یا داس اونیورزاله و بالاخره روح نگهبان. هنر مامایی یا میوتیک، هنگامی که سقراط میگوید من میدانم که هیچ نمیدانم، با بیان آن منظورش این نیست که حقیقت وجود ندارد، بلکه در غیب و تحریک اصرار در جستجو و یافتن آن می‌ورزد. ما می توانیم چنین تصور کنیم که با آن دقیقاً می‌خواست بگوید عزیز من، حقیقت وجود دارد با وجود اینکه من آن را نمی‌شناسم. ولی نمی‌توانم باور کنم فردی که مدعی است آن را می‌شناسد آن را رعایت کند و به آن عمل کند. از این رو شناخت حقیقت و عمل به آن امر مهمترین چیزی است برای رسیدن به حکمت و دانایی. فقط در آن صورت است که ما یقینا و با اطمینان می توانیم بدانیم که جای خوبی و نیکی در کجاست. می خواهم سعی کنم روح و نفس انسانی را همان گونه که برداشت سقراط از آن بوده است تشریح کنم. کوپه بزرگی از علف هرز در میان قرار گرفته که در زیر آن حقیقت یا فراتر از آن ارزیابی درست و صحیح رابطه ها که حکمت و مفهوم چیزها در زیر آنها هستند به خوبی پنهان شده است. سقراط از خود می‌پرسد چه باید کرد تا به این شناخت و حکمت برسیم؟ قبل از هر چیز باید این علف‌های هرز را نابود کرد تا پس از آن حقیقت رو شده و آشکار گردد. در مورد اولین مرحله که ما آن را علف زدایی می توانیم بنامیم، سقراط متوسل به استعاره می شود. کلمه ایرونی یا استعاره از زبان یونانی می آید و به معنای به طور سربسته پرسیدن یا به عبارت دیگر پرسش غیر مستقیم است. بر این هنر استاد به خوبی تسلط دارد به حدی که با هیچ کس دیگر قابل قیاس نیست. او خود را در مقابل طرف گفتگویش طوری می نمایاند که هیچ نمی دارد و ناآگاه است و تظاهر می کند به اینکه می خواهد از وی بیاموزد. پرسش های او مدام برنده تر می شوند و بالاخره در پایان گفتگو وی را با ضد و نقیض گویی های شخصی خودش روبرو می کند. علف هرزی که ما از آن در بالا صحبت راندیم در واقع همه پیش داوری ها، ایدال های نادرست و عقاید خرافی هستند که پیرامون ذهن و روح ما را مانند ابر و مهی در خود گرفت. پس به محض اینکه این توفاله ها دفع شوند، آدمی می تواند به شناخت و دانایی دست یابد و برای آن یاری ماما برای تولد ضرورت دیابد. به عبارت دیگر، هنری که روح و نفس را می زایاند و به دنیا می آورد. سقراط آن را به یاد مادرش چنین شهر می‌دهد: هنر مامایی من همه چیزهایی را در بر می‌گیرد که هنر مامایی مادرم.
به جز یک چیز و آن هم این که این هنر به مردان در زایش کمک میکند نه به زنان و این که تمام توجهش معطوف به نفس یا روانهایی است که پا به عرصه وجود میگذارند نه به جسم و کالبدهای آنها. سقراط خود را به صورت فردی که در بردارنده حق و حقیقت است وانمود نمی کند بلکه به بهترین شکلی به دیگران کمک می کند که آن را در خود جستجو کند، چون می گوید من هیچ چیزی را از خرد و حکمت نمی زایانم و به وجود نمی آورم، اما خداوند یا همانا آپولون در یاری رساندن به زایش مرا مجبور میکنه. با این وجود این خدا زایش و تولید رو از من مضایقه کرده است. بنابراین سقراط برای مرحله مامایی که یاری رساندن به زایش و تولید است نیاز به دیالوگ و گفتگو دارد، یا فراتر از آن متناسب با انگیزه هایی که طرف گفتگویش به او میدهد گفتگویش را فی‌البداهه و بدون برنامه و قصد قبلی شروع می کند. هیچ اثر نوشته شده و مکتوبی نمی توانست تا این حد مؤثر واقع شود. او می گوید من این که هیچ نمی دارم چه باید می نوشتم؟ او همچنین از عمق درونش نسبت به هر اثر نوشته شده بسیار بدگمان بود. و الان میرسیم به موضوع مورد علاقه او، عمومیت داشتن یا داس اونیورسال. در گفتگوها و بحث‌های افلاطونی سقراط اغلب از طرفین صحبتش تقاضای تعریف یک ارزش اخلاقی خاصی را می‌کند. با آنها نیز متناسب با آن مثال خاصی می‌آورند. اما سقراط به این تعریف راضی نمی شود و اصرار به تعریف عام و عمومی دارد. سقراط می پرسد ای منون، می توانی به من بگویی فضیلت چیست؟ پاسخش که سخت نیست. فضیلت مرد در این است که وی امور حکومتی را به خوبی انجام دهد، دوستان را یار و مددکار باشد و به دشمنان خسارت وارد کند. فضیلت زن برعکس در این است که نظم خانه را حفظ کند و نسبت به شوهرش وفادار بماند. سقراط ببین چه شانسی امروز صبح زود به من روی آورده است. من در جستجوی فقط یک فضیلت و کار نیک بودم، در حالی که یک فوج آن را یافتم، یک فوج زنبور اپروپروس. ای مرد به نظرت نوعهای زیادی زنبور وجود دارند؟ منو یقیناً انواع بسیاری و هر نوعی با نوع دیگر و حسب قد و قوار زیبایی و رنگ فرق می کنند. سقراط و با وجود تمام این فرق‌ها چیزی هست که تو را بران دارد که بگویی او اینجا هم یک زنبوره؟ منو آری، حقیقت این است که آن یک زنبور است و با زنبورهای دیگر هم فرق زیادی نمی کند. سقراط پس تو قادر هستی یک زنبور را، مهم نیست چه نوع آن را، به عنوان یک زنبور تشخیص دهی؟ و اگر من الان از تو میپرسیدم نیکی و خوبی چیست؟ منو در آن صورت من جواب میدادم نیکی آن است که آدم به همسایه‌اش کمک کند و به دوستش که فاقد پول است پول بدهد. آخ، اما اگر به کسی که کمکش میکنید دوستت نباشد پس تو آدم خوبی نیستی. چرا؟ حتی اگر من به کسی که کمک میکنم دوستم نباشد دست به عملی نیک و خیر زدم. سقراط و اگر تو میدانستی که دوستت که به او این پول را میدهی این پول را برای عمل بد و شریرانه مصرف میکند، در آن صورت هنوز هم کار نیک و پسندیده ای انجام داده بودی؟ نه، در این صورت یقینم نه. پس نتیجه میگیریم به دوستی پول دادن میتواند یک عمل نیک باشد یا همچنین نیک نباشد. به همین ترتیب پول دادن به کسی که دوست نیست نیز میتواند عمل نیک باشد. در اینجا منون فقط میتواند شکست را بپذیرد، در حالی که سقراط همچنان میتازد
و بدون وقفه به ذکر و بیان مثالهای جدید می‌پردازد تا به او ثابت کند که تمام اعمال نیک ممکن و قابل تصور چیزی به طور مشترک در خود دارند و اینکه این چیز مشترک همان جوهر نیک است. به این شکل اون مفهوم عام و عمومیت را بسط داد که همانا پایه و اساس ایدئولوژی افلاطون را بنا می‌نهد. با این وجود اجازه داریم شک ببرزیم به این که همه این چیزها را واقعا خود سقراط گفته باشد. ممکن است که همه اینها از طرف افلاطون در دهانش گذاشته شده باشد تا به مشهورترین تئوری و فرضیه‌اش منجر شد. و اکنون میرسیم به روح نگهبان، سومین موضوع مورد علاقه سقراط. خود سقراط به هنگام جریان دادرسی و محاکمه‌اش توضیح داده است که از روح نگهبانی برخوردار بوده است که او را در لحظه‌های دشوار و سخت زندگی مورد مشاوره قرار می‌دهد. از دوران کودکیم همیشه این اتفاق افتاده، یعنی صدایی که اگر شنیده میشد هر بار مرا از چیزی که قصد انجامش را داشتم منع میکرد، ولی این صدا هرگز مرا تشویق به انجام کاری نکرده است. به همین دلیل است که شرکت در امورات حکومتی را رد میکنم. برای این روح نگهبان تعبیرهای بیشماری وجود دارد که یکی آن را صدای درون می نامد و دیگری فرشته نگهبان. باز هم دیگرانی هستند که آن را ضمیر آگاه انتقادی، حس ششم، بصیرت و غیره می نامد. و اکنون می رسیم به موضوع دادرسی و محاکمه سقراط. ماه فوریه سال 399 قبل از میلاد است و هنوز تاریکی شب حاکم. هزاران نفر از اهالی آتن در راه آگورا، میدان مرکز شهر هستند. هر شهروندی با خود غلامی و بردهی همراه دارد که با فانوسی در دست راهش را روشن کند. در آن صبحگاه خیابانها بسیار سریع از جمعیت مردم بند آمدند. به تدریج در جلوی کوزه آرا صف درازی از همه کسانی که خواهان داوری بودند تشکیل گردید. غلامهایی که اختصاص به کارهای عمومی داشتند و به جای پلیس شهر نقش ایفا می کردند، راه‌های ورودی به این میدان را با طناب قرمز مسدود کردند تا مانع ورود آدم‌های کنجکاو شد. تا بدین ترتیب فقط کسانی که انتخاب شدند بتوانند به این مکان خاص قدم بگذارند. چنانچه بدن یکی از شهروندان با رنگ قرمز و تر و تازه این طناب تماس می‌یافت و رنگی می‌شد، برای یک سال این فرد حق شرکت در چنین تجمعاتی را نداشت. در زمان پریکل ها اولین مؤسسین جمهوری آتن بودند، در حدود 600 سال قبل از میلاد. در زمان پریکل ها دادگاه ها به روش زیر تعیین می شدند. در آغاز سال ارکون ها که باز هم اینا سران جمهوری بودند، 6000 آتنی بالاتر از 30 سال را از طریق قرعه کشی برمی گذارند که هلیاس ها را تشکیل دهند، که از این ذخیره بزرگ برای هر دادرسی 500 داور مورد نیاز انتخاب می شدند. دومی قرعه کشی که جنبه قطعی داشت و تعیین کننده بود، صبح روز دادرسی و محاکمه انجام می شد تا با این روش از هر گونه رشوه دادن به داور توسط فرد مورد اتهام جلوگیری به عمل آید. برای قرعه کشی های روزانه در قسمت ورودی دادگاه ها دستگاهی بود از سنگ مرمر که آن را کلروتریون می نامیدند.
در این دستگاه به طور افقی شکافی وجود داشت که هر فرد کاندیدای داوری مشخصات مربوط به شخص خود را بر روی یک صفحه برنزی می نوشت و آن را در این شکاف می انداخت. این صفحه برنزی مانند برگه شناسایی عمل می کرد. به محض وارد شدن این صفحه در شکاف این دستگاه، یک مکانیزم داخلی به حرکت در می آمد که به سبب آن یک تاس سفید و یک تاس سیاه قلق خورده در چند کانال به حرکت در می آمده. بستگی به اینکه کدام یک از این دو تاس از آن دستگاه خارج می شد، این شهروند به عضویت دادگاه انتخاب می کرده. داورها برای زحمتی که می کشیدن دستمزدی هم دریافت می داشتن. روزانه 3 اوبولوس که حدوداً برابر 60% مزد کارگر بود. در اون زمان دادگاه‌های دیگری هم وجود داشت، یکیش به نام فراتوس و یکیش به نام استراکیسموس که این به معنای دادگاه خرده ظرف‌های گلی، ولی متأسفانه فرصت نیست راجع به اینا توضیح بدم، از این مبحث می‌گذریم. اینک سقراط است که پا به این میدان می‌گذارد. خونسردانه به دوروبرش نگاهی می اندازد. طبق معمول هم لباس تریبون برتن دارد و به هنگام راه رفتن بر عصایی از چوب بلود تکیه دارد. او به بالای کرسی خطابه می رود. طرف چپ وی ارخونهای اعظم جای دارند و او صبورانه منتظر است که منشی دادگاه دادرسی را افتتاح کند. منشی دادگاه اعلام می‌دارد: ای هلیاستاس یا همان قضات انتصابی، خدایان نام‌های شما را از کوزه آرا برگزیدند تا شما بتوانید سقراط پسر سوفرونیسکوس را از اتهام به خدا نشناسی که ملتوس پسر ملتوس به او زده برهانید و یا او را مجرم بشناسید. در دادگاه‌های آتن دادستان یا مدعی‌العمومی وجود نداشت. هر یک از شهروندان می‌توانست شکایتی را مطرح کند که البته خالی از خطر هم نبود. خطرش خود او را شخصاً در بر می‌گرفت. اگر متهم گناهکار شناخته می‌شد، 1/10 اموال متهم به او می‌رسید. اما اگر از اتهام مبرا می‌شد و رهایی می‌یافت، می‌باید جریمه مالی 1000 درهم بپردازد. اما به همین ترتیب وکیل مدافعی هم در کار نبود. متهم میباید شخصا از خود دفاع میکرد. فرق نداشت که تحصیل کرده باشد یا بی سواد، اما اگر به هیچ وجه قادر به دفاع از خود نمیبود، میباید قبل از آیین دادرسی به کمک یک لوگوگراف مورد اعتمادش که قادر به بیان حق و حقوق او بود و می توانست برایش یک بیانیه دفاعی بنویسد، دفاعیه خود را تهیه و آن را حال منشی دادگاه اعلام می کند: اکنون حق کلام با ملتوس پسر ملتوس است. و اشاره به مرد جوان خوشلباسی با موهای فرفری می کند. ملتوس با چهره از خود راضی و اخهای درهم به بالای کرسی خطابه می رود، همان گونه که در خور یک شاعر دراماتیک است. او با تظاهر می خواهد نشان دهد چقدر متاسف است از اینکه در برابر مرد پیری چون سقراط می باید خشمگین گردد. مرد جوان شروع به صحبت می کند: داورهای آتن، در همین حال نگاهش را به آرامی در جهت تمام داورهایی که روبرویش نشستند به حرکت در می آورد. من ملتوس پسر ملتوس سقراط را متهم می کنم به اینکه جوانان را به تباهی می کشانند. جوانانی که خدایان را به رسمیت نمی شناسند. همان خدایانی که شهر آتن آنها را به رسمیت می شناسند. جوانانی که به اهریمن و شیاطین اعتقاد دارند و آدابی مذهبی به جای می آورند که برای ما بیگانند.
من از سقراط شکایت میکنم برای دخالتش در مورد چیزهایی که اصلا به وی ربطی نداره، برای کند و کاف کردنش در مورد آنچه که در زیر زمین هست و آنچه که در بالای آسمان، برای حرف زدنش با هر کسی درباره هر چیزی و اینکه او هر بار سعی دارد بدترین عقیده را به صورت بهترین جلوه دهد. به دلیل این رفتارهایش است که از آتنی ها تقاضا دارم وی را به مرگ محکوم کنم. با این آخرین جمله همه نگاه ها به سوی سقراط برگردانده می شوند تا عکس العمل وی را تحت نظر بگیرند. فیلسوف خود را متحیر نشان می دهد. او بیشتر به یک تماشاچی می ماند تا به یک متهم. بعد از ملتوس دو نفر شاکی دیگر به بالای کرسی خطابه می روند. آنیتوس و لیکون. سخنرانی آنها نیز به پایان می رسد. منشی دادگاه ساعت آبی را که با آن مدت سخنرانی تعیین می گردد وارونه می کند و اعلام می دارد اکنون حق کلام با سقراط پسر سوفرونیسکوس است. سقراط نگاهی به اطراف می اندازد گویی که بخواهد زمان را برای خود کش دهد. گلوی خود را می خاراند، نگاهی به ارخونهای اعظم می اندازد و سپس رویش را به سوی داورها بر می گرداند. ای آتنی ها، نمی دارم که سخنرانی های شاکیان من چه تأثیری بر روی شما گذاشتند. به درستی که این دو نفر آنچنان قانع کننده و با قدرت سخنرانی کردند که خودم هم داشتم به حرفهایشان باور میکردم. اما این چیزها به شخص من مربوط نمیشوند. واقعیت این است از آنچه این دو نفر بیان کرده و سخنرانی کردند هیچ کلمه‌اش حق و حقیقت را در بر نمیگیرد. و اینک مرا ببخشید که نمیتوانم برای شما سخنرانی کنم که به جملات زیبا آراسته باشد. من برای شما به همان گونه که عادتم هست بسیار بی‌پیرایه حرف خواهم زد، یعنی با کلماتی ساده. در عوض کوششم را خواهم کرد تا آنچه را درست است بگویم و شما هم باید به درستی آن توجه مبذول دارید، بدین معنا که آیا آنچه من اکنون به شما میگویم صحیح است یا نیست. و او مدتی سخنرانی میکنه و مطالب بسیاری میگه این وسط و ملتوس وسط حرفش میپره و میگه ای سقراط، آنچه که تو امروز گفته ای فقط تهمتهای بیجا هستن. بهتر است از خودت در مقابل این اتهام که جوانان را به فساد و تباهی میکشی دفاع کنی. ای ملتوس، ولی من چگونه جوانان را به تباهی میکشم؟ این گونه که تو برای آنها تعریف میکنی که خورشید یک سنگ است و ما از زمین ساخته شده است. فکر میکنم که تو مرا با فرد دیگری اشتباه گرفتی. چنین چیزهایی را هر جوانی هر وقت که بخواهد میتواند بخواند. در هر گوشه آگورا و این میدان کتاب های آناکساگوراس برای فروش به قیمت یک درهم وجود دارد. تو به خدایان اعتقاد نداری. ملتوس این را با فریاد میگوید و جا میپرد و او را با انگشت اشاره تهدید میکند که تو فقط به شیاطین باور داری. سقراط بیان که خونسردیش را از دست دهد میپرسد و این شیاطین چه کسانی هستند؟ آیا فرزندان تربیت نیافته و نافرمان خداوند هستند؟ تو مدعی هستی که من به خدایان اعتقاد ندارم بلکه فقط به پسران خدایان معتقدم؟ انگار که تو گفته باشی من به کره اسب‌ها اعتقاد دارم ولی نه به خدا اسب‌ها. خنده و قهقهه جمعیت برای مدتی مدید صدای سقراط را می پوشاند. فیلسوف منتظر می ماند تا شنونده ها دوباره ساکت شوند. سپس رو به سوی دومی شاکی برگردانده می گوید و تو آنیتوس که تقاضای مرگ مرا داری، چرا این جوانانی را که به نظرت من به تباهی و فساد کشاندم به نزد داوران نیاورده ای؟
من می توانستم برای کمک به تو نامشان را برایت ذکر کنم. بسیاری از آنها امروز پیر شدند و می توانستند علیه من شهادت داده و تایید کنند که من آنها را به تباهی و فساد کشاندم. آنها اینجا هستند و ما را می بینند. ای آنیتوس، اگر من قول بدم به تبعید بروم و دیگر در اینجا پیدایم نشود، شاید توانسته باشم تو را تسکین داده و خشمت را فرو بنشانم. ولی به من باور داشته باش، شاید فقط برای اینکه به تو لطفی کرده باشم از تو اطاعت کنم، زیرا که اعتقاد کامل دارم چنین چیزی واقعا خسارتی عظیم برای آتنی ها به بار خواهد آورد. برعکس آن، در واقع من از اینکه به شما سیخ بزنم، شما را با دلایلم قانع کنم، یک به یک شما را سرزنش و ملامت کنم، به طور دائم و بی‌وقفه پشت سر شما باشم و بالاخره مثل مگسی که مادیانی را با نیش زدن به پهلویش از خواب می‌پراند باشم، هرگز دست نخواهم کشید، چون این همان چیزی است که خداوند آپولو از من انتظار دارد و می‌خواهد. ای همشریان، این مادیانی که من از آن حرف می‌زنم همان آتن است، و اگر شما حکم مرگ مرا صادر کنید، به همین سادگی نخواهید توانست مگسی دیگر بیاورید، مگسی که ذهن آگاه شما را بیدار نگاه دارد. دیگر کافی است. اکنون من همه دلایلم را برای شما شرح دادم. من می توانستم امروز دوستانم، بستگانم و بچه های کوچکم را نیز با خود به اینجا بیاورم تا مانند بسیاری از آدم‌های دیگر در این مراسم شرکت کنم. من هم خانواده دارم. صاحب 3 پسر هستم که با این وجود آنها را به پیشگاه شما نمی‌آورم، چون در اینجا اعتبار من و شما در بین است و حائز اهمیت. داور مجاز نیست، فقط صرفاً به این خاطر که تحت تحصیل قرار گرفته ببخشید، بلکه می‌باید به شدت سختگیرانه از قوانین تبعیت کنم. آخرین قطره آب ساعت آبی فرو می‌چکد. سقراط به سخنرانیش خاتمه می‌دهد و به عقب برگشته بر روی نیمکت چوبی می‌نشیند. اینک رأی‌گیری آغاز منشی دادگاه برای اعلان رسمی نتیجه انتخابات از جا بلند می‌خیزد. ای شهروندان آتن، هلیاست‌ها بدین ترتیب رأی دادند. تعداد آرای سفید 220 و آرای سیاه 280. سقراط پسر سوفرونیسکوس به مرگ محکوم شده است. و همان گونه که قانون آتن فرمان می‌دهد، اکنون از فرد محکوم تقاضا می شود که خودش مجازاتی دیگر را پیشنهاد کند. سقراط دوباره از جایش بلند می شود. نگاهی به اطرافش می اندازد. بازوهایش را به علامت تأسف از هم می گشاید و می گوید مجازاتی دیگر؟ اما مگر من چه کردم که در خور مجازات باشم؟ در تمام دوران زندگیم از علایق شخصی خود خانه و خانواده‌ام گذشتم و آنها را مورد غفلت قرار دادم. هرگز برای دستیابی به اقتدار و فرماندهی نظامی یا برای افتخارات عمومی تلاشی نکردم. هرگز در هیچ اغواگری و دسیسه یا فتنه شرکت نداشتم. چه مجازاتی در انتظار کسی است که اینچنین رفتار کرد؟ ممکن است من اشتباه کنم، ولی فکر می کنم در نهایت من لیاقت جایزه را داشته باشم و اینکه با مخارج دولت برای پریتانیون پذیرفته شوم. پریتانیون عضویت فراکسیون دهگانه مجلس سنا بود است. با این آخرین حرفهایش طوفانی از خشم و اهانت بند. این تقاضای نامعقول و مضحک فیلسوف در گوش بسیاری از داورها
آهنگی تنین آمیز و نیز تنینی همچون دعوت جدی به مبارزه دارد. خود سقراط هم متوجه می شود که افراد کرده است. مادامی که به صحبتهایش ادامه می دهد، سعی دارد شنوندگان را نیز تسکین دهد. خوبه خوبه همشهریان عزیزم، می بینم که شما به اشتباه متوجه من شده اید. درک عدالت خواهی من از سوی برخی ها تکبر و خودخواهی تعبیر شده است. به من رک و پوزکنده بگویید، من باید چه مجازاتی را پیشنهاد کنم؟ زندان، تبعید، جریمه پولی؟ من این که هرگز برای پول تدریس نکردم، چه پولی را می توانم به عنوان جریمه بپردازم؟ در بهترین حالتش قادر به پرداخت تنها یک سکه نقره خواهم. اعتراض جمعیت دائما خشن و خشن‌تر می‌گردد. یک سکه نقره در برابر مجازات مرگ در واقع هیچ است. تقریبا اینطور به نظر می‌رسد که سقراط هر کاری از دستش برآید می‌کند تا حب را ملغا کند. سقراط آهی حسرت‌آمیز کشیده و می‌گوید خب حالا، و اشاره می‌کند به کریتون و بقیه شاگردانش. در اینجا دوستانم حضور دارند و در پرداخت 30 سکه نقره برای مجازاتم اصرار می‌ورزند و اونطور که به نظر می‌آید خودشان نیز آن را تضمین می‌کنند. این بار در کوزه آرا بسیار بسیار بیشتر از دفعه قبل سنگ سیاه ریخته می‌شود. 360 به 140. سقراط سخنرانی خود را اینچنین خاتمه می‌دهد. شهروندان عادی، از این می‌ترسم شما مسئولیت عظیمی را برای این شهر بر عهده گرفته باشید. من که دیگر پیر هستم، شما لازم بود فقط صبر کنید تا مرگ خود به خود کاملا به شکل طبیعی به سراغم بیاید. چنانچه اگر شما مرا به مرگ محکوم کنید، هنوز هم مطمئن نباشید که مرا مجازات کرده باشید. اصلا شما می دانید مرگ چیست؟ مطمئنن یکی از این دو حالت است. یا آدمی به قهقرای هیچ و عدم می رود، یا اینکه به جای دیگر رهسپار می شود. در حالت اول اگر شما به من باور داشته باشید، مرگ امتیاز بسیار بزرگی محسوب می شود. هیچ دردی و هیچ رنجی، آن هم برای همیشه. و اما در حالت دوم، من این شانس را می داشتم که دوباره بسیاری از انسانهای برجسته را ملاقات کنم. چیزی که هر یک از شما حاضر است مبلغی هنگفت برای ملاقات و حرف زدن با اورفوس، موزایوس، هومر یا ازیود بپردازد. اما الان وقتش رسیده که ما هم باید برویم. من به سوی مرگ و شما به سوی زندگی. اینکه کدام یک از ما سرنوشتی بهتر دارد برای من پوشیده می ماند. صرفا خدایان بر آن آگاه هستند. چرا سقراط به مرگ محکوم شد؟ این سوالی است که آدم می تواند بعد از گذشت 2400 سال هنوز از خودش بپرسد. حکم مرگ سقراط بلافاصله بعد از پایان آیین دادرسی به اجرا در نیامد. درست در همان روزها سفیری به سوی دلوس فرستاده شده بود که هنوز در راه بود. بر حسب سنت‌های قدیمی آتن، مادامی که کشتی مقدس در راه بود، به اجرا در آمدن حکم مرگ مجاز نبود. اینک پس از گذشت 20 روز به ملاقاتی که ما بین فیلسوف و همشهری و رفیق قدیمیش کریتون در زندان انجام شده نگاهی می‌اندازد. ولی متاسفانه چون فرصت کوتاست، من این بخش رو حذف می‌کنم و کریتون پولی داده به زندانبان که بتونه اینو فراری بده و اینجا بحثی بین این دو درگیر میشه که
سهراب میخواد اونو کریتون اونو قانع کنه که این فرار درست و صحیح است. و اینجا میرسیم به این مطلب که الان فرض را برای بگذاریم درست در همین لحظه که من میخواهم فرار کنم قانون به اینجا میامد و از ما میپرسید ای سهراب بگو ببینم چه قصد و نیتی داری؟ تو که قصد نداری من قانون و همراه با آن کل شر را به نابودی بکشی. با این حساب ما میباید به این حرفا چه جواب میدادیم؟ آیا پس جوابش میگفتیم که ما در حال فرار هستیم؟ یقینا همین پاسخ را میدادیم. و با این وجود تو میخواهی که من با شالی مسخره احتمالاً حتی ملبس به چیزهای زنانه از آتن فرار کنم تا شاید به تسالین برسم. درست همان جایی که ساکنینش معمولاً در بی‌نظمی و افراط زندگی می‌کنند. همه اینها صرفاً به خاطر زندگی که همینطوری هم رو به پایان است و ما بخواهیم چند سالی به آن بیفتیم. پس از زیر پا گذاشتن قانون دیگر چگونه میتوانم در باره فضیلت و عدالت حرف بزنم؟ راستش را بخواهی این کار تو نیست و تو نمیتوانی. روز بعد قرار از حکم دادگاه به اجرا درآید. دوستان همگی در جلوی درب زندان جمع شدند و بی صبرانه منتظرند تا سرکرده ریش سفیدان الف آنها را به داخل راه دهند. تقریبا همه آمدند و از همه مهمتر افلاطون که ظاهراً در چنین روزی تبلیغ داشته قایم است. هنگامی که شاگردانش به پا به درون سلول زندان می‌گذارند، استاد را در حال گفتگو با همسرش سانتیب و جوانترین پسرش می‌بینند. همسرش به محض دیدن تازه واردین نومیدانه شروع به فریاد می‌کند. ای سهراب، الان این دوستانت دارند برای بار آخر با تو حرف میزنند و تو هم برای آخرین بار با آنها حرف خواهی زد. پس از آن فیلسوف رو به کریتون میکند و میگوید ای کریتون، بگذار یک نفر همسر مرا به خانه ببرند. در حالی که زانتیب را از سلول زندان به زور به بیرون میکشند، او با اعتراض میگوید ولی تو داری بیگناه میمیری. سقراط جواب میدهد پس چه میخواستی؟ اگر قرار است من به عنوان گناهکار بمیرم. در همین بین یکی از نگهبانان زندان زنجیر مچ پای زندانی را باز میکند. سهراب مچ پای بی‌حس شده اش را میمالد و میگوید ولی چه چیز عجیبی است رابطه بین درد و لذت. به نظر میرسد یکی از این دو جای خود را به دیگری میدهد، به طوری که این دو در یک فرد هرگز با هم و همزمان ظاهر نمی شوند. در حالی که قبل از آن پای من زیر وزن زنجیر فقط درد می کرد، الان پشت این درد احساس می کنم لذت دارد شکفته می شود. اگر ازوب همان شاعر یونان باستان به این رابطه درد و لذت فکر کرده بود، یقینا از آن یک افسانه زیبایی به وجود می آورد. پس از آن موضوع گفتگو به مرگ و جهان دیگر تغییر می آورد. سهراب درباره چیزی صحبت می کند که بیشباهت به جهنم و بهشت نیست. این کلمات خود استاد که می گوید من بر این عقیدم که مرده ها آینده ای دارند و این که این آینده برای نیکان به مراتب بهتر است تا برای آدم‌های شر. بدین ترتیب گفتگوی بحث برانگیزی پیرامون نامیرا بودن روح آغاز می‌گردد. آنچنان که آنها آنچنان غرق این موضوع بحث می‌شوند که کریتون مجبور است به استاد تذکری بدهد. ای سهراب، زندانبان به تو توصیه می‌کند تا حد امکان کمتر صحبت کنی. نظرش بر این است که وقتی بدن تو بسیار گرم شود، زهر دیگر تأثیر زیادی روی بدن تو نخواهد داشت و
او مجبور می شود به تو دو یا حتی سه بار جام زر را بخوراند. بنابراین فقط به او بگو دو تا سه جام زر را آماده کند و خواهش کن بگذارد ما اکنون حرف بزنیم. درست در همین لحظه غلامی در دادگاه ظاهر می شود. او ظرفی مرمری حاوی زهر شوکران در دست دارد که باید کوبیده شده و شیرش گرفته شود. اکنون سرنوشت مرا می طلبد. سقراط این را می گوید و جا برمی خیزد. کریتون زمزمه می کند و در همین حال تلاش دارد بر یأس و نومیدی خود تسلط پیدا کند. هنوز هم امر و دستوری برای گفتن به ما داری؟ دوست داری چگونه مراسم تدفین انجام گردد؟ سقراط با خنده جواب می دهد هر گونه که خوش شما خوشتان می آید. تا آنجا که موفق شوید مرا به دست آورده و نگذارید که من بگریزم و از دست شما در بروم. کریتون خوب من، چگونه باید تو را قانع کنم که سقراط فقط منی هستم که اینک دارد با تو حرف میزنم و نه کس دیگری که تو او را به زودی به صورت جسد بر روی این تشک خواهی دید. سقراط از دوستش خواهش میکند که غلام را همراه با ظرف شوکران به داخل راه دهد. در این لحظه مردی پا به سلول زندان میگذارد که جام زهر در دست دارد. سقراط از او میپرسد فکر میکنی با یک چنین نوشیدنی میتوان به سلامتی یک خدای نوشید؟ ما کاری به چنین سوالاتی نداریم. ما فقط مقداری را که ضروری است آماده می‌کنیم. غلام با بیان این کلمات زهر را به سقراط می‌دهد و او هم آن را بی‌درنگ و بدون کمترین تردیدی لاجرعه تا ته می‌نوشد. حرکت و ژستی غیرمنتظرانه و قاطعانه که همه حاضرین را وحشت زده می‌کند. حتی آنهایی را که تا به حال جلوی سرازی شدن عشقهای جان را گرفته بودند تحت تأثیر قرار می‌دهد. سقراط در حالی که تلاش می‌کند دیگران را تسلا دهد با اعتراض به آنها می‌گوید ولی شما را چه می‌شود؟ من زانتیپ را روان کردم تا جلوی چنین صحنه‌های ناخوشایندی را گرفته باشم. هرگز فکرش را نمی‌کردم که شما هنوز بدتر از او رفتار کنید. ای دوستان قوی باشید و خوش رو، همان گونه که در خور و شایستی فلاسفه و انسانهای منصف است. سقراط نجوا کرده و میگوید ای کریتون به این فکر باش که ما یک خروس به اسکلپیوس بده کاریم. به حساب من آن را به او پس بده. فراموش نکن. کریتون قول میدهد. مطمئن باش. هنوز چیزی هست که بخواهی به من بگویی؟ ولی دیگر سقراط جوابی نمیدهد. پس از گذشت چند روز آتنی ها از اینکه سقراط را محکوم به مرگ کردن پشیمان می شود. آنها به نشانه سوگواری مدارس، تئاتر و ورزشگاه ها را تعطیل می کنند. آنیتوس و لیکون را به تبعید می فرستند و منیتوس محکوم به مرگ می شود. زندگی و اندیشه سقراط هر دو یکی بودند. او در واقع با هر کسی که تماس برقرار میکرد همواره و بدون وقفه حقیقت را در وی جستجو میکرد.